عباس علی. سلام عبدالله. سلام. خسته نباشید. سلام علیکم. سلام علیکم آقا. آقا ماشین این آقا خراب شده. جمونم کارباتورش بنزین نمیکشه. نه اساسی درستش کن. شش. ببینید شش. ماما کاری نری. آقا امینی. باشه آقا. باشه واسه پول نیم بابا شما. نه بابا واسه خدا. شما بشین پشت فرمون. استارت بزن. 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 که اینجا شب کجا میشه مون؟ هستن خونهایی که اجاره بدن، البته بیشتر تابستونا، ولی الان هم گیر میاد. اینجا چاکروده؟ نه بابا، چاکروده که رد کردی. چجوری برم تو ده؟ ماشین که کم میاده، علاف میشی. از اینجا، از پشت تعمیرگاه میری، اون تپه رو میبینی؟ خب جاده خاکی بغلش میبینی که، بغل امامزاده. از اونجا میری بالا، پشتش دهه. از این راه هم زودتر میرسی، هم نزدیکتره. اسم ده چیه؟ سنگ بن. من ماشینم اینجا خراب شده بود، اتاق میخوام، گفتن شما اجاره میدی. من ماشینم خراب شده، اتاق میخواستم، گفتن شما اجاره میدی. اتاق میخوام. کله جوش، به به، اصلا یادم نبود که یه همچین غذایی هم هست.
شوهرته زنده است؟ مهمونت کجاست؟ مهمونه اون آقایه کلا داشت عینکیه عکس مینداخت ها اون خونه است من باهاش کار دارم باهاش کار دارم الان واسه میارم مهندس آقای رئیس آقای دکتر آقای مهندس بله سلام علیکم سلام علیکم آقای مهندس چرا تو تاریکی نشستین؟ آره فکر میکنم سوخته باشه اینا تا بخوام فنی بشن ارزم به حضور شما آقای مهندس من یه کاری که میخوام انجام بدم دلم میخواد اونو خوب تمامش کنم لولای بنزین شما پوچیده به نظر من باید عوض بشه عوض کن عوض کن حالا عوض میکنم ولی چیزه چقدر میخواد فکر میکنم یه 4-5 تومن خرج داشته باشه سروان سروان قاسم پور بیا این چند تاش گرفته شده بده به بچه ها بگو سریع برن تهران چاپ کنم بیارن چشم آره قبلن دیده بودیش؟ نه 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 اسمش هم نشنفته بودی؟ جهانگیر گزینه؟ هیچ وقت دیشب کی اومد اینجا؟ حدود ساعت 10 شب بود داشتم رد می شدم صدای رادیو شنیدم به خاله انسی گفتم خاله مهمون داری؟ گفت آره خب صدا رادیوشو چه شنفتی؟ نفهمیدی خوابه، بیداره، مرده، زنده؟ نه 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 اصلا وقتی شب حرکتی رفته اومدی؟
سر و صدا های چیزی؟ اونم نفهمیدی؟ اصلا من خواب بودم. خواب شما فعلا باید اینجا باشی. باشه. بله. خاله انسی این مرد را این خونه شما کجاست؟ خونه کجاست؟ جناب خونه خاله انسی همین پشته. بله شما برو خونه، ما بعدن میاییم. خب بعدن. جناب من چیکار کنم؟ شما چه اینجاییم؟ حالا تشریف داری اینجا جناب سان قاسم بود. آقای نعمتی اینجا تشریف دارم فعلا. آقا مصطفی من میگم برای اینکه امروز این پرونده به یه سرانجامی برسه دا نیاز به اطلاعات داری. بهترم از که شما بری برای جمع و برای اطلاعات. من هم اینجا یه فرصت روی چیزی میکنم برای تکمیلش. حتما من میام پیش شما. بس خداحافظ. خب نفهمیدی از کجا میاد کجا میره؟ والا فقط فهمیدم میخواد بره تهران. اینی که از کجا میاد و نه. خب بعد چی تو شو؟ بعد هیچی دیگه، اومدیم اینجا سیم بوکسو رو باز کردم و عباس علی رو صدا کردم. از بعدش هم خبر ندارم. خیلی ممنون. ما هم فرمایش نداریم؟ نه شما میتونیم برین قربون شما. خداحافظ. خداحافظ. عباس علی خداحافظ. خداحافظ. خسته نباشی موسا. درمونده نباشی قربون. خیلی ممنون. خب شما برامون تعریف کنی. والا چی بگم؟ این بنده خدا مثل این قسمتش این بود که اینجا بیاد قبضه بگیره. اینجا خونه آخرش بود. بله. اوستا چه مدتی پیش شما بود؟ چه مدتی؟ نیم ساعت. شایدم بیشتر. شایدم کمتر. وقتی که یدالله رفت بهش گفتم که بشینه پشت فرمون و استارت بزنه. خب بعد چی تو شد؟ چی کار کردی؟ بعد؟ آقای رئیس یه عکس هم از ما بنداز. باید چه عکس مینداخت؟ ما که تو دوربینش نبودیم. لابد از کوه و دشت و شاپرک و از اینجور چیزا عکس مینداخته. اینجور آدم های من زیاد دیدم، از بیکاری و شکمسیری میان اینجا ها عکس میندازن. خب بعدش بهش گفتم شما این وقت سال کجا میاین از این جاده؟ جاده‌های اصلی خوشم نمیاد. چرا؟ نمیدونم، ازش هم نپرسیدم. نپرسیدی؟ سن و سالی ازش گذشته بود. گفتم لابد واسه رانندگی تو شب دید نداره.
و واقعا تعمیری کار برای تو دو سه ساعت وقت میگیره؟ کار که نشون نمیده. یه وقت میبینی که بیشتره، یه وقت هم کمتر. ما همیشه به مشتری دست بالاشو میگیم که برای دست ما دلخور نشن. چی تو شد چه تصمیم گرفت شبا اینجا بمونه؟ راستش من بهش گفتم یه جای دنج و تمیز میخوام، جایی که بچه نباشه، سر و صدای بچه نباشه. بچه که آقای رئیس اینجا تو هر خونه ای 4-5 تا 5-6 تا 6 ماه سالو بیکارم. شما به جای اینکه اینقدر حرف بزنی اگه کارتو بکنی یا هم به نفع خودته هم به نفع من. حرفی درستی زده اسم مرحوم آقای بازرست. اگه اینا 6 ماه سالو بیکارن من تمام سالو بیکارم. کو تا یه ماشین خراب از اینجا رد بشه. اوه حالا شما هم به دل نجی. بفرمون. آره بعد بهش گفتم که اگه یه جای درست حسابی میخوای که هم دنج باشه هم راحت باشه هم تمیز باشه و هم بی سر صدا، باید خونه خالنسی. اسم ده چیه؟ سنگبون. سنگبون؟ عجیبه. گفت عجیبه؟ آره گفت عجیبه. عجب کسی تو های مایه ها جویده جویده حرف میزد. بعد ازش پرسیدم که آقای رئیس چی عجیبه؟ عباس علی یا کار زندگی داریم ها. اومدم یه دقیقه صبر کن. اومدم بیاد. بعد گفتم که آقای رئیس چی عجیبه؟ بعد یه چیز دیگه گفتش که باز نفهمیدم چی گفت. نم گفت تغییر، تقدیر، دیگه نمیدونم تعمیر، یه همچین چیزایی بود. من نفهمیدم درست چی گفت. شما برو به کارت برس. خیلی ممنون، ببخشید. خدافظ. خالنسی دیروز که اون مرده اومد اینجا تعریف کن که تو شد ها؟ دوباره بگو. دوباره مرده اومد اینجا نشست ها. خب بعد تو رفتی تو اتاق. تو رفتی تو اتاق غذا خوردی. غذا تو غذا دادی مرده غذا خورد. خب بعد تو رفتی چوب هیزم شیچسی، مرده از تو عکس انداخت. عکس. خب بعد تعریف کن. بعد سرما. سرما بود تو هیزم بردی اون خونه تو بخاری. بو بخاری. خب بعد شما به مرده
گفتی که شوهر شما رفته تهرون درسته ها؟ خب بعد چی تو شد؟ بعد جبریت ها فانوس رو روشن کردی؟ روشن شما مرده حالا به این نتیجه رسیدم که مرده اومدس اینجا قضا خورده، چای خورده، استراحت کرده، هیزم گذاشتن تو بخاریش، بعد بخال انسی دوتای با هم رفتن اون خونه اینه که میدونستیم که بابا یارو کشته شده. من به چی میگم آخه؟ یارو کشته شده. من چرا اینطوری حرف میزنم؟ خالنسی شوهرت خالنسی اون ساختمون لامپ برق داره. چرا فانوس روشن کردی؟ فانوس چرا روشن کردی؟ برق اون ساختمون فانوس چرا؟ خالنسی ببین اون ساختمون چیک برق داره، تو چرا فانوس روشن کردی؟ فانوس چرا روشن کردی؟ خالنسی بعد اون مرده رفت خوابید. خب بعد چی تو شد؟ چی اومد؟ چی رفت؟ چه اتفاقی افتاد ها؟ چی تو شد بعد؟ خب تو این اتاق خب دیدی؟ بعد چقدر میخوای؟ فکر میکنم یه 4-5 تومن خرج داشته باشه. همین پول ازش گرفتم و رفتم.
خب گفتی که اون پول است تو کول پشتی به تو داد ها؟ بله. خب آخه میگه چقدر پول بود است چه تو کول پشت؟ پولا تو جیب میذارن معمولا. والا کول پشتیشو برداشت و از توش یه بسته 50 تومانی به من داد. 5000 تومان. 5000 تومان؟ بله. بسیار خوب. خیلی ممنون شما بفرمایید. خداحافظ. خداحافظ. خب آقا نعمتی شما بفرمایید. جناب هرچی که بود که من گفتم که امروز هم از کار زندگی افتادم که خب حالا دعا کنین که همه امروز باشه. حالا تعریف کنم برام. دوباره بگم؟ بله دوباره بفرمایید. بفرمایید. من به اتفاق زن بچه‌م جناب تابستون گذشته برای یه ما اومدیم اینجا. بله. زن بچه‌م اینجا مستقر بودن. من میرفتم تهران سر کار. چهارشنبه بعد از ظهر برمیگشتم. اینی که یواش یواش به فکر افتادم که یه تیکه زمین اینجا بخرم. بعدنم یواش یواش بسازم. آخه یه آقای اینجا هست به نام آقای چاوشی. چاوشی. دلال باغ و زمین و ملک. باش قرار گذاشته بودم که دیشب بیام اینجا که صبحش بریم سر زمین. صبح که همین امروز صبح باشه بریم سر زمین زمین معامله کنیم. رفتم در خونهشون هر چیز زنگ زدم در باز نکرد. همسایه‌شون اومد گفت که توی آبجو شیخته رو پای بچهش پاش سوخته. خودش و زن و بچهش رفتن تهران. بیچاره کلیدم گذاشته بود پیش همسایه. اون تا من دیدم خوبیت نداره خودشون نیستن بدم خونهشون. اینه که رفتم خونه خاله انسی گفتم اتاق میخوام. اومدیم اینجا در چین بریم اون اتاق بغلی رو به من بده. صدای رادیو شنیدم. بهش گفتم مهمون داری؟ اون بیچاره با علم اشاره به من حالی کرد که یه مسافر دیگه هم هست. هوا هم خیلی سرد بود. بهش گفتم یه خود هیزم بیاد بریزم تو بخاری. آده آده سرده برو هیزم بیار. برو. چه دفعه خود هیزم آورد روشن کردم و گرفتم خوابیدم. خب آخه شما که میدونستید این ساختمون برق داره نپرسیدی؟ یعنی به فکرت نرسید چه حالا چرا فانوس به خاله انسی؟ خب چی کار کنم جناب زمستونه گفتم مسافر کم داره برقش قطعه سیمش قطعه دیگه اینو من نپرسیدم. سلام علیکم. علیکم السلام. شوهر انسی هستم. اسمت چیه؟ آقا میر هستم. آقا میر. آقا میر تازه رسیده؟ بله تازه رسیدم. ولی میدونم جریان چیه. از چی فهمیدی؟ از اهل محل صحبت میکردن از انسی. پس بزندم حرف زدی؟ بله حرف زدم. آقا میر دیروز شما چه رفتی تهران؟ چه ساعتی؟ نهارو خوردم رفتم. برای چی رفتی؟ رفتم برم یه خورده خرید کنم یه دکترم برم. کدوم دکتر؟ هزار تخت خوابی. خب چرا صبح نرفتی؟ چه شب اینجا پیش زنت باشه؟ برای اینکه اونجا
هفته صبح باید اونجا بودم، شمارم میگرفتم، هزار تخت خواب نمیرسیدم، وسیله هم نداشتم اینجا صبح برم. بعد از ظهر رفتم یه خورده خرید کردم، شبم موندم تهران، صبح زودم رفتم هزار تخت خواب شماره گرفتم. آقا میر این چه کشته شده مقتولا شما میشناختی؟ من نمیشناختم. آقا میر چند سال از اینجا زندگی میکنی؟ اینجا ملک پدری من، از بچگی اینجا زندگی میکنم. وقت بچه های نو نداری؟ بچه هم نداره. خب آقا میر این سیزنه اوله دست ها؟ بله دام و تو بیامرز پدرم میگفت خدا یکی زن یکی، این سه زن اول آخر منه. آقا میر میبخشی این سوالا میکنم، چرا بچه نداری؟ برای اینکه این سه دوتا بچه سیخ کرده، بعد خدا یه پسر به ما داده، روی اون پسر خیلی صدمه دیده، خیلی ناراحت کشیده، بعد دکترها گفتن دیگه نباید بچه دار باشه. وقت اون پسر چی تو شد؟ پسره؟ پسره 9 سال زندگی کرد، سرنوشت بود، خواست خدا بود، از دستمون پسر رفت. این سه روی اون خیلی ناراحت کشید، خیلی ناراحت شد، مریض شد، کرلال شد. بفرمی چایی، بفرمی گرمشی. خیلی ممنون آقا بی، اصلا درد نکنی. آقا می میگم شما حتما داست داری نه؟ داست؟ آره داست که هرس میکنند. داست داریم، میشه بیارین من یه نگاهی بکنم به؟ خیلی ممنون. ابزار کارمونه، باید تیز باشه. چه تیزش کردی آقا می؟ اما 2 سال پیش آقا می اصولا این را کجا تیز میکنه داستارا؟ همونجا خودمون تیز میکنه. تون
کنه. انبار یه گوشه با؟ بله. ابزار کارمون اونجاست، میبرم اونجا تیز. این داسه چی تیز کرده؟ خودم تیز کرده. خودی خوده؟ بله. واقعا خوده؟ خود خودم. آقا میر تاله شده خال انسی هم داست تیز کنه. آره مهندس، مگر شما شک دارین خال انسی؟ ایشون دلش اینقدر نازکه نمیتونه یه مورچه رو بکشه. مورچه چه با داست؟ ببین آقا میر، یه همچین موقع که یه همچین اتفاقاتی میفته دا یعنی یکی کشته میشه، ما به همه چیز و همه چیز باید شک کنیم. پس به منم شک کنین دیگه. تو چه گفتی دیروز و دیشب نبوده یا غامی؟ شاید دروغ گفته باشم. پس خودت چیزش شده؟ بله. سلام. سلام. از شما خوبه؟ شما خسته نباشید. مقتول جهانگیر گزینه ازدواج نکرده بوده، هیچ وقت زن و بچه نداشت. بعد خونه زندگیش هم تهرانه. تعمیرکارم مصطفی گفته، گفت گزینه یه خونه از من خواست که اصلا سر و صدا بچه توش نباشه. آقا بعد این جهانگیر گزینه یه برادر بزرگتر داره که زمینگیره. اون یه چیزی گفت که خیلی جالبه، گفتش که جهانگیر همیشه فصل تابستون سر تا سر تابستون رو میرفته منطقه های علاقی اطراف تهران، یه خونه اجاره میکرده، تفریح مورد علاقهش هم شکار بوده. میگفت حدود 30 سال پیش اون دوره جوونیهاش یه بار میره میره منطقه علاقی، این دفعه 2-3 هفته بیشتر نمیمونه، بعدم چند ماه غیبش میزنه. فکر کنم مصطفی اونجا همین سنج بوم بوده. عباس سلی تعمیر کار میگو وقتی به گزینه گفتم اینجا سنگ بونه گفته عجیبه. پرسیده چی عجیبه؟ یه چیزی تو مایه تغییر اینا گفته. فکر کنم منظورش این بوده که اینجا خیلی تغییر کرده. پس آقا مثل این که داری یه سرنخهایی پیدا میشه. احتمالا. مصطفی نفهمده دیروز از کجا میمده؟ گزینه یه خواهر داشته که تو منطقه چندار زندگی میکرده، رفته بوده اونجا داشته از مراسم 40 خواهرش برمیگشته. چندار؟ حتی اگه جادای اصلی هم خوشش نمیمیده، آخه ربطی نداره وقتی چندار میخواد بره تهرون از اینجا رد شه. چرا آقا ربط داره؟ چه ربطی داره؟ شاید اصلا از جادای اصلی خوشش نمیمیده، هیچ عاشق جاده های فرعی بی رفت و مسیرش هم بوده. مصطفی چه چندار را افتاده؟ آقا پریروز بعد از ساعت 4 خواهرزاده گزینه 300,000 تومان به گزینه بده کار بوده. گزینه وقتی میخواست حرکت کنه بیاد این پولا رو میاره میده بهش. پولا هم درش نبوده، بعد ساعت اداری هم بوده. گزینه دیگه نمیتونسته با بانک این پولا رو حواله کنه، پولا رو میذاره تو کوله پشتیش و راه میفته میاد. که تو کل پشتیم از پول خبری نبود. خسته نباشی سعید خانم. سلام علیکم. سلام علیکم. شما میخواستین با ما حرف بزنین؟ شما مامورا هستی؟ بله بله. ببخشید نشناختم. سم حال شما خوبه؟ خب چی میخواستیم بگیم؟ بفرمایید. از اون لالبازی هاشا هیچی دستگیرتون نمیشه. باید تو دلش باشین تا بفهمین چه سنگ دلیه. شما با هم چه دشمنی داری؟ موزی، آب زیرکا، بیرم،
مال انسی؟ بله همون خاله انسی با اون لال بازیش. خب بگید هر چی که میخواید بگید بگید. بگو هر چی میدونی بگو دخترم. بگم؟ هرچی میدونی بگو. اگه بگم برای خودم، برای اون مادر بدبخت زمینگیرم دردسری درست نمیشه؟ بفرمی. خیلی ممنون. بفرم. خب سعید خانم داستانو تعریف کنی. بفرمی. ببخشید اینجا دیگه وسیله پذیرایی نیست. از شما در نکنی. بابام 30 سال پیش رئیس ژاندارمری اینجا بوده. قضیه اینجوریه که یه سال تابستون یه مردی میاد تو محل و یه باغی کرایه میکنه. اینجوری که مردم میگن با هیچکی معاشرت نداشته و تک تنهام بوده. مادرم میگه از اون آدمایی نبوده که خیلی با این و اون گرم بگیره. خیلی تلخ و نچسب بوده. مردم بهش میگفتن گزنه. گزنه که میدونین چیه؟ از همین گیاهایی که اگه بهش دست بزنی میگزه. تنها کسی که با گزنه معاشرت داشته و بعضی وقتا میرفته سراغش بابای من بوده. گاهی میرفته سراغش و با هم دیگه میرفتن شکار. آخه گزنه و بابای من اهل شکار بودن. تو اون باقی هم که گزنه کرایه کرده بوده پر بوده از درخت میوه. بچه هم همیشه یواشکی میرفتن اونجا و میوه میدزدیدن و شیطونی میکردن و از این کارا. گزنم برای اینکه از شر اونا راحت شه و اونا رو فراری بده تیر هوایی در میکرده. اما بچه ها که دست بردار نبودن. مادرم میگه بزرگترا بچه ها رو تحریک میکردن. مردم تحمل ندارن که ببینن یکی سرش تو کار خودشه که یکی مثل اونا نباشه. یکی از همین بارام که بچه‌ها میریزن تو باغ گزنه و داشتن میوه میدزدیدن و شیطونی میکردن دوباره گزنه میاد و تیر هوایی در میکنه. اما بچه‌هام شروع میکنن به هو کردن و لجبازی کردن. گزنم جری میشه و یه تیر در میکنه. تیرم صاف میخوره به یه بچه و بچه‌ام جا به جا کشته میشه. همچین که این خبر میرسه تو ده که چی شده و چی نشده، مردم هم با چوب و چماق و بیل و کلنگ میریزن خونه گزنه که بکشنش. همه وقتی میرسن میبینن که گزنه فرار کرده بودن. از اون موقع تا حالا... سعید خانم، مگه شما چند ساله ده؟ 23 سال. آخه یه جوری تعریف میکنی انگار خودت هم اون موقع بوده. مادرم انقدر این داستانو برام تعریف کرده که فکر میکنم راستی راستی خودم هم اون موقع بودم. آره گزنه همین گزینه مقتوله، درسته؟ باید خودش بوده باشه. از امروز صبح وقتی این خبر تو ده پیچید مادرم گفت سعید خودشه. مادرم گفت سعیده برو با همه چیزو به مامورا بگو. گفت حالا وقتشه که ما هم یه کاری دست این انسی و شوهرش بدیم. از چه اینجور؟ به چه چه گزنه کشته؟ به چه خاله انسی بوده؟ ها؟ بله از اون روز به بعد این انسی و شوهرش همه ی کاسه کوزه ها رو سر بابای من شکونده. گفتم بابای من گزنه رو فراری داده. تو انقلاب نشده بود جرأت نداشتم پا پیش ما بشنم. میبینی آقا می خاله انسی دارت با داست میره چیز خونه برد بیرون. این اکسارا گزینه از خاله انسی گرفته. خاله انسی دارت میرد چه برد کجا؟ برد اون خونه و برد تو انباری، درسته؟ بعدم داستش رو چکار کنه؟ بله؟ تیز کنه. آقا میر خیسی زیر سنج تو انباری نشون میده که داست همین دیروز تیز شد. بعدم احتمالا میره تو اتاق و لامپا
شل میکنه که توشه روشن نشه، چون تو تاریک آقا میر بهتر میشه آدم کشت. شب که عباس حلی میاد و میرد خال انسی به بهانه میرد کجا؟ میرد اون خونه. البته بهانه ای هم لازم نداشتی، برای اینکه گزینه خواب بوده. نشونش هم این که هیچ عکس العمل و دفاعی از خودش نکرده. آقا میر از این خاله انسی بپرس بعد 30 سال چی طوری تونست از گزینه رو بشناسه؟ شما از جریان گزینه رو میدونستیم؟ بله ما میدونستیم. چی طوری آقا میر شناخته؟ چی طوری آقا میر شناخته؟ زیر گوشش یه ماه گرفتگی داشت، از هیکلش، از قیافش، از چشاش. آی مهندس، اصلا یه آدم هایی هستن که همشه قیافش در نظر آدمه. چیه این؟ نا پوله یه گذنه است. پولا گذنه پیشی تو چی کار میکنه؟ من کشتم، پولشو برداشتم. شما فکر کنه که به خاطر پول کشته شد. اینجا تو نگفتی دیشب تهرون موندی؟ دیروز من نهار خوردم رفتم تهرون، رفتم بیمارستان، گفتم برم دکتر، شب شاید برگردم بیام خونه. به من بیمارستان گفتن که این دکتر شما میخواین رفته یک هفته مرخصی نیستش. شب برگشتم اومدم خونه، اینسی به من گفت که گزینه اومده، میخواست بره بکشه. رفتم کشتم، اومدم گفتم که برو خیالت راحت باشه، راحت باش. ساکت باش، ساکت باش. آقای مهندس من میگم من کشتم، من کشتم. باید ثابت کنی آقا میر. آقای مهندس ثابت کردن نداره، من با زبان خودم میگم من کشتم. ساکت باش. شاهد داری؟ شاهد احتیاج نداری آقای مهندس، من کشتم. ساکت باش، ساکت باش. آقای مهندس من میگم من کشتم، من کشتم. ساکت باش، با زبان خودم من میگم من کشتم. دیگه چرا ثابت کنم؟ من کشتم.
من کشتم. آقای مانیس اگر من گیر نمی افتادم از این پول یک درون خرج نمی کردم. میدونم آقا. می مصطفی همه شون میدونستن یا حداقل اون هاشون که سنی ازشون گذشتیست میدونستن که گزینه همون جزن 30 سال پیش است. همه شون هم میدونستن که چی اونا کشتیست ولی هیچ کدومشون دم نزدن است. آقا شما فکر میکنید قتل گزینه کار کدومشون بوده؟ زنه یا شوهره؟ فرق نمیکنه. واقعا فرق نمیکنه. هر دوتاشون به یه اندازه گزینه رو کشتن. هر دوتاشون 30 سال تو خیالشون بارها و بارها اونو کشتن. اگه خاله انسی کشته باشه که به نظری منم همین جوره، آقا میر آرزو میکنه چه ای کاش خودش کشته و برعکس. و برعکس.